مسافران بازمانده برلین و روم حالا در تهران برای مردم رونمایی شدند. این مجموعه آثار هنری مربوط به گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران است که قرار بود پاییز گذشته برای نمایش به اروپا راهی شود. پس از دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این نمایشگاه در خارج از کشور لغو شد. شاید بیمه آثار هنری یا اینکه جابجاییش یا خطراتی که داره، ریسکایی داره، یا عوض کردنش یا نمیدونم کپی کردنش، خب موضوعاتی است که در فضای افهام عمومی معمولا همیشه قابل بحث است. 61 اثر هنری مربوط به دو دهه 50 و 60 میلادی برابر با دهه های 40 و 50 خورشیدی برگزیده ای از آثار نقاشی و مجسمه هنرمندان بین المللی است، عمدتاً پیروان هنر انتزاعی. در اروپا و امریکا بیشتر اکسپرسیونیسم انتزاعی بوده. در ایران هم بخشی از هنرمندان به این سمت حرکت کردند، ولی نه صرفاً در اون قالب، بلکه در کنار اون ما میبینیم که جنبشی رو داریم به اسم جنبش سقاخانه که نمونه هایی از اون هم در این نمایشگاه هستن. از هنرمندان ایرانی به حسین زنده‌رودی، سهراب سپهری، محمد احسایی و پرویز تناولی میتوان نام برد و از میان هنرمندان خارجی آثار پابلو پیکاسو، جکسون پلاک، پل گوگن و واسیلی کاندینسکی در نمایشگاه گنج تهران دیده می شود.